شاهنشاه، 40 سال است که در کنار رود نیل چشم از جهان بستید و من و فرزندان خود و بسیاری از ایرانیان را در ماتمی بالای تصور فرو بردید. با نهایت تأسف امسال بیماری جانکاهی که جهان را فرا گرفته باعث مرگ بسیاری از هم‌میهنان شده است. اختلال در مسافرت ها دوستداران شما را که در این روز در کنار مزار شما برای ادای احترام به پادشاه خدمتگزار خود می آمدند از سفر به قاهره محروم کرده است. نیستید تا ببینید که در این 40 سال در نتیجه سوء رفتارها، ندانم کاریها و فسادها ایران شما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان امروز تبدیل به کشوری با اکثریت مردمی فقیر، محتاج و گرسنه شده است. نیستید تا ببینید که تنها رژیم به ظاهر مذهبی به ادعای خودشان برای ایران و ایرانی چه به ارمغان آورده است. فسادی بیمانند، سیاست هایی که نتیجه آن تحریم، بیکاری، فقر و گرسنگی است، تا آنجا که کارگر ایرانی که در آن روز مغرور و مرفه بود امروز از سحر تا شام کار می کند و تازه باز هم سفرش خالی و سرفکنده نزد خانوادهش خودش را حلق‌آویز می کند. این همان کارگریست یا فرزند همان کارگریست که در زمان شما سهیم در سود صنایع و کارخانه هایی بود که با ظرفیت کامل کار می کردن و این ایرانی به ستوه آمده امروز همان ایرانیست که در طول 53 سال دوران دو پادشاه بزرگ پهلوی کشوری از هم پاشیده را به اعتبار و پیشرفتی رساندن که مورد ستایش جهانیان بود. در جهش ملی آن روزها متخصصین، پزشکان، پرستاران و کارگران ممالک دیگر متقاضی کار در ایران بودند و در ایران کار می کردند. آن ایران پیشرو و پرتکاپو، ایرانی پر احترام برای جهانیان بود. بزرگداشت کوروش کبیر، پایه‌گذار حقوق بشر، در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران نیز بر این آوازه افزود. نتیجه زحمات شبان روزی شما پادشاه ایران، ایجاد احترام برای ایرانی و ایجاد اعتماد ایران بود، چنانکه برای هم‌میهنان ما سفر به بسیاری از کشورهای جهان بدون احتیاج به روادید میسر بود.
همان به که امروز نیستید که ببینید فرزندان ایران برای به دست آوردن اجازه ورود به کشورهای دیگر با چه رنجهایی دست به گریبانند. اقتصاد ورشکسته و سقوط سهمگین ارزش پول ملی باعث آن شده که بنادر خلیج فارس و دریای مازندران را با قراردادهای دراز مدت به این آن واگذار میکنند و حتی خاک ایران را میفروشند. امروز بچه ها و جوانان ایران که در دوران شما از آموزش و تغذیه رایگان در دبستان ها و آموزش رایگان در دبیرستان ها و مدارس عالی و دانشگاه ها و ده ها هزار بورسیه در داخل و خارج کشور بهره‌مند بودند، امروز بسیاری از کودکان از اسرت در کوچه و خیابان ها به گدایی می پردازند. محیط زیست که مورد توجه ویژه شما بود به گونه‌ای باورناپذیر و تأسف‌بار و خرابی گراییده در اثر بی‌توجهی و سوء مدیریت. وضعیت آب‌های زیرزمینی، رودها و تالاب‌ها اسفناک و زبان‌زده خاص آن شده است. تقلیل سطح مراتع و جنگل‌ها، چشمگیر و آلودگی هوا در شهرها موجب بروز بیماری‌های مزمن در میان شهروندان شده، ایرانی را نگران آینده خود و فرزندانشان کرده است. اما هر گونه اعتراضی از جانب ملت ایران حتی برای گرفتن حقوق پسافتاده خود با گلوله و قتل در ملأ عام و شلاق و شکنجه و اعدام در زندان ها روبرو می شود. اما ایرانی بیدار است. در صف اول مبارزین این راه آزادی، این جامعه سرخورده ولی بیدار، جوانان و به خصوص دختران ایران هستند که تا 40 سال پیش با سربلندی دوش به دوش دیگران در تمام عرصه ها در سازندگی و پیشرفت کشور شرکت داشتند. امروز آینده ایرانم. پادشاه نیستید که ببینید که همین جوانان، همین فرزندان ایران چگونه فریاد خشمشان را به گوش جهانیان می‌رسانند و در مقابل افرادی با نهایت تأسف با هم ایرانی که به آنان حمله می‌کنند یا آنان را به قتل می‌رسانند یا مظلوم می‌کنند چگونه ایستادگی میکنند. جوانان ایران که وظیفه عظیم نجات میهن و بازسازی کشور به عهده و دوش آنهاست، دوران طلایی و پادشاه دلسوز خود را ندیدند ولی چنان با اطلاعند که میدانند پادشاه ایران تمام زندگیش را و حتی جانش را برای ایران و
بزرگی آن گذاشت و هر بار بتوانند با قبول خطرات حتی برای زندگیشان فریاد در قدردانی از پادشاهان ایرانساز پهلوی میکنند. تاریخ چند هزار ساله کهندیار ما پستی ها و بلندی های بسیار دیده و به گواه همین تاریخ هر بار که کشور ما در لب پرتگاه و خطر نابودی قرار می‌گیرد، فرزندان این سرزمین به پا می‌خیزند و ایران عزیز خود را نجات می‌دهند. پادشاه‌ها با وجود زحمات شبانه‌روزی‌تان در طول 37 سال پادشاهی، میهن خود را که همواره به آن عشق می‌ورزیدید برای پیشگیری از کشتار مردمان و تجزیه ایران را ترک کردید و ادامه کارتان را به فرزند بزرگمان واگذار نمودید. او از آن روز تا به امروز وظیفه اصلی زندگیش را در این کار بزرگ ولی حیاتی بدون هیچ چشم داشتی گذاشته و با اعتقادی کامل و سعی و تأکید بر آن که تغییر و تحول ملی که اجباراً اتفاق خواهد افتاد باید بدون دخالت بیگانگان و فقط به دست ایرانی انجام گیرد و تا روزی که ملت ایران بتواند در محیط آزاد و آزادانه برای آینده خودش راه را تعیین و رأی بدهد از پای نخواهد نشست. من به داشتن چنین فرزندی افتخار میکنم. آرزو دارم که روزی نه چندان دور شما همه فرزندان عزیز ایران در ایرانی آزاد در شادی به دور هم جمع شوید و آنگاه فرد فرد شما در عمق وجود خود لبخند رضایت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه فقید ایران را احساس کنید.